آقا من از بابا دارم میزم تو کوچه، من چیکار کنم الان؟ چی حالا فعلا پول نده. آقا آقا مجیدی من از شما خواهش میکنم. خودش برو پایین. آقا نکن. برو پایین من اصلا ندارم. برو از بابا مجیدی رو پول نده. برو پایین دیگه بابا. آقا من گرفت دارم. بچی بگیرم. مشکل مالی ندارم. حتازان. آقا من دیگه به خودم گرفت دارم. برو پایین. من خودم مشکل آقا. برو پایین. من خودم اصلا ندارم. ای بابا. همتون پررو شدید. اچه پرو مشکلش چیه؟ نمیگم پول ندارم از وقت ندارم ایشکی ندارم آجید بله یه خودی به پیشونشون تو بایم چیه میشه بلدی جاش امضا کنی؟ نه منم بلدیست من بلدیستی؟ بایستا بگه بگه بینیم برو بابا جون سلام بیا بگی حس درد نکن بسلام امضا کن بینیم چشم اینجا 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 صدر وایستا امضا کن کجا میری؟ سلامت سلام سلام آقا بگی از شما دارده کنم اجزا کن به سلام هم از شما دارده هدی آقا مجدی پس این عقب مونده پول ما رو کی میدی؟ میدم بهت فعلا همینه که قرآن گرفتاری داریم به کجا ما میرسه آقا اشکال نداره فعلا همینه که داری داشته باش وایسا امضا کن بینیم از سوال اونی خود تنگه درست میشه برو آقا جان بیا بابا سلام سلام بابا آقای مجیدی میشه این سریال یه چی بذاری روش به خدا یه عالم بدهی بالا آوردم باشه اشکال نداره درست میشه فقط این سریال درست میشه بگی آقا جان بگی راه نداره نه اصلا امضا کن امضا کن ببخش سلام خدا حافظ شما سلام یا بابا آقا بسی خود مشکل دارم بار نمیاد بیانی من خرابه میدونم فعلا همینی داشته باش ما هم وضعمون خرابه امضا کن امضا کن برو سلام بیا این دفتر دستک رو تحویل بگیر خیلی ممنون آقا منظر آقا این شارو خودش هم ازش طلب داریم خب سر همین کوچه آقا خیلی ممنون لطف کردیم خیلی ممنون سلام خونه تو هم اومدی خرید سلام عزیزم چی شده؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ چی شده چرا دیوونه بازی برمیاری؟ نه نه بیا خب چی شده؟ حالا بیا بعد تو رو صحبت میکنیم بیا ریحانه ریحانه مامان سلام
سلام. کجا بودی؟ چه سمانه دیگه. یه چند تاشو بذار میخوام برم خونه. سلام مامان جان. سلام قربونت برم. قربونت برم من. حسن نواشی خدا نکنه. تو کجایی پر ریحانه؟ ها؟ بیا برو تو یه چای برای آبجیت بریز. یا الله حالا چطورم بادن؟ حسن نواشی خدا رو شکر. مگه با تو نیستم؟ خب بیا برو. اومدم. بیا ببین سیب که داریم، یعنی من دوست ندارم اینم که داریم. ببر دیگه. چای بیارم؟ نه نه میخوام برم. مامان جان نگران داروات نباشی ها. چشم. باقیشو فردا خودم میگیرم. خب باشه. قربونش برم من. خدا نکنه. من خوبم مادر، نگران نباش. دارام هم سر وقت دارم میخورم. قربونت بشم. ریحانه. بگیر نه بگیر. زیاده که. بگی بول لازمت میشه بگیر. دست درد نکن. این کارا چیه ما میکنی؟ تازه بهش پول داده بودی، فدات بشم. لازمش میشه. شارخ چطوره؟ کاروبارش چطوره؟ هر روز سر کاره، هر روزم بیکاره. چی بگم؟ هیچی مادر، فقط صبر و تحمل داشته باش. خدا خودش درست میکنه. میمدی یه چای میخوردی میرفتی. قربونت برم، کار دارم. برو برو با امید خدا، ببین کیه پشت در. برو مادر، فدات بشم. برو. سلام خونه، چطوری؟ خوبی؟ سلام ریحانه خونه است؟ سلام فاطمه خانم. سلام عزیزم، خوبی دخترم؟ چرا زود اومدی؟ سوال منو با سوال جواب نده. میگم چرا دیر اومدی؟ باز چی شده شاهرخ؟ نمیفهمم تو چرا یه جا بند نمیشی؟ باز شروع کرد. لااقل یکم خاصیت داشته باش. اون شیر آب درست کن. جنم این که یه ماه سر یه کار بمونی رم نداری. آره اخراجم کردم به همین راحتی، اما خیال نکنم اون مادر خالت بخوام به همین راحتی تو رو از اون خونه بندازنت بیرون. میدونی چرا؟ چون بهت احتیاج دارم بدبخت. خیال اینکه سهمت هم بدن ندارن، اینو بفهم. صد دفعه بهت گفتم من تو اون خونه سهمی ندارم. خب الکی هم دلتو خوش نکن. پس اونجا واسه چی میری؟ اونجا واسه چی میری؟ میرم سهمم ادا کنم. آره خوبه، برو ادا کن، چون فقط همین عرضه داری بدبخت. ببین خوبه من همین ارزه رو دارم، تو چی؟ جنام این که یه ماه سر یه کار بمونی رم نداری آقا. روحسا با من رانه رو پونه، من آدم دیوونه ایم و بذار دهن من بسته بمونه. باش نادری چی شد؟ تصویه کردی باهاش؟ ها؟ این چه ربطی به شقیقه داره؟ از این به اون میرسی، از اون به این میرسی، پس کی قراره به خودمون برسیم؟ خیلی وقت از خودمون رد شدی. ولمون کن بابا، شعر میگه خیلی وقت است که از خودمان عبور کرده ایم. تو اگه لیسانس داشتی چی میگفتی؟ خوب همین چند تا کلاس رو خوندی. به قول بابام همین چند تاش هم زیادی بود. ببین بابات هم یه توفهی بود عین خودت. خونه بابا بایی من گفت کاش نکنه. دست از سر بابای من بردار. بلم کن دیوونه. الو
ماشاءالله تیب زدی. درست صحبت کن کنلش خودتی حاکی ده دیره یه مش بیکار من بکردید عیزه من حقوقم رو میخوام کامه حقوق کار کردید یه روجاتی ده سرکار در روز نهاتی تنلش چنه وقتم او مقایله که کار بکردی یا تو کوره عیزه من چه یه روز چه دو روز چه ده روز من کار کردم حقوقم رو میخوام داوود تو مثل من زن بچه داری حرف برای میفهمی آبروی من نبر حقوقم رو بده مرد اسلامی گم بیا حقوقش با مسته تو گم بیا گم بیا خودت گم بیا گم بیا شما با ودم چون بیا چکنار بچو کنار عزیز من خودت این من زن و بچه داری کنار ایشم حرف من رو میفهمی داوود آبروی من نبر حاتی من بیکار حاتی منش بیکارم مکید من بیکارم مکید خود تو زن بچه دیریم منش زن بچه دیریم برو بچو عزیز من حقمو میخوام عجب آدمی ها میگم حقمو بده شاه رو خدا سر شایده بده وینی ایشون برو بچو و سلامتی خود بچو تو بد نکم افید و ایرش پیداد نویدی هزار دفعه و پیت وتم او موقعیله باید کار نکردی کار نکردی ده الان آتی ده حقوق حقوق ایران من مکید دیگه و ایره پیداد نوی شاه رو خواه بی معرفت به چی داری نگاه میکنی؟ بفرمایی تو نامرده عوضی بهش میگم برو آقا بهش میگم بهش میگم یعنی چی؟ یعنی ما خفشیم بریم دیگه با بیا بریم هم صدا بریم فایده نداره که ما باید با خودم از دیگه صحبت کنیم من تیکه شورش در بوده بیا بریم بابا سلام خانم مرادی این آخه اخراجت میکنه فرقی داره وقتی حقوق نمیده چه فرقی داره دیروز من حقوق نگرفتم حقوق چی گرفتم اولا دو ماه حقوقم مونده بعدم من الان احتیاج دارم بقیهشم میخوام اصلا خودم میخوام باش حرف بزنم آقای مجیدی چرا از زیر حقوق دادن در میره بله آقا بسر من یه اوتو نیستم آقا من تو فاهم برم الان میام آقای مجیدی جورش میکنم فعلا برو برو جورش میکنم آقا هر دفعه همینو میگین من الان میخوام الان لازم دارم چیکار کنم احتیاج دارم وگرنه من اگه بیکارم بیام توی آشغال دونی هر روز کار کنم ناراحتی کار نکن بیام باید میستم کار میکنم خودشونم هست خوش کردیم گفتم که به جورش میکنم من حقوقم میخوام نایمده بودم اینجا واسه حمالی مگه من دعوتت کردم که بیای اینجا حمالی گفتم که بهت میدم پول تو برو برس به کار زندگی میدی هرچی بهت میگم گوش نمیدی هی حرف خودتو میزنی حالا خوردی؟ چی میگی تو؟ نه قرارداد دارم نه رسید میدیم الان تکلیفم چیه؟ بابا به خدا داشتم همین الان باهاشون صحبت میکرد تا موقعی که اینا تصمیم نکنه که نمیتونه حقوق تو رو بده میتونه؟ تقصیر من چیه الان؟ من چیکار کنم؟ همین الان میخوام لازم دارم تو این وضعیت همه درگیرن پول نیست کاسبی نیست بازار نیست من که بهت میگم یکی برم را بیا به قرآن هم تو دارم اگه هوا تو نداشتم هر چی خواستی بهم بگو برو گم شو احمد گم شو بابا تو نباشی یکی دیگه توفه بله میدونم چی میگی تو داری کار خودتو با من مقایسه میکنی؟ نه خیر نه واقعا خسته شدم بله خوبه حقوقش ولی ببین اگه قرار بشه هر دفعه با کلی دعوا و التماس ازش پول بگیرم که فایده نداره من نمیدونم این چشه نه ملیکا خواهش میکنم یه کار برام پیدا کن دیگه نمیتونم خودت که وضع مامانو میدونی دست در نکن قربونت برم باشه پس من منتظرم ها باشه الو ملیکا
خدا بیامرزه بابا تو گفت بچه برادرمه خودیه مطمئنه حواسش به همه چی هست نمیدونست که همین خودش نامحرم در از هر کسی میشه مامان هیچ کس از فرداش که خبر نداره قربونت برم اصلا تو چرا الان به این چیزا فکر میکنی؟ حالت بد میشه ها دوباره من چی کار کنم؟ من که جز تو کسی ندارم قربونت برم میگم پونه قربونت برم ماما اگه یه بچه بیاد یه بچه فکر نمی کنی بهتر بشه یه بچه بیاد امیدوار میشه به زندگی دورت بگردم دل به کار میده زحمت میکشه آره ماما یه بچه ماما نگو بچه بیارم که چی بشه از این که اصلا همین الان داری میبید بعد وقت تر بشم این همه کار کردی این همه خونه مردم رفتی برای ما الان ما چه گلی به سرت زدیم من برای کی بچه بیارم برای شاهرخ ها قربونت خدا نکنه قربونت برم الهی خدا نکنه پول خودمه هر جا دلم بخواد خرجش میکنم اه اینطوریه؟ بله پس حالا که بله اسفرا نمیخوام بری سر کار شوهرتم اختیارتو دارم بس دیگه هرچقدر کار کردی کار کنی که چی بشه واسه کی؟ برای چی؟ آخه بدبخ من اگه نرم سر کار تو یکی قراره که دست تو جیب کی باشه دلم خوش پسرمومه فامیل صد رحمت به حرفش بیگانه اسم فامیلی نداره که اصلا حوصله‌شو ندارم چه فامیلی؟ فامیل اگه خوب بود که تو الان ننت یه حرکتی واسه مون زده بود شاهرخ بله بله تو چشت به اون خونه هست؟ نه آخه مگه پول اون خونه چقدر میشه؟ که تو هر روز میری دم خونشون هی اعصابشون رو به هم میریزی گناه دارن هر چقدر حداقل وضعمون از اینی که هست بهتر میشه تجیبمون رو میگیره که یعنی خونه رو بفروشی آوارش رو کنی تو اینو میخوای دیگه بابا چه آواره ای چرا فیلم هندیش میکنی پونه تکلیف ریحانه که روشنه تکلیف چیه ریحانه روشنه مگه نمیگه که پسره رو میخواد میخواد یا نمیخواد خب خیلی خوب شوهر کنه بره خونه بعد خوشبخت بشه ایشالله پسر به این خوبی مادرت هم بلند شه بیاد اینجا ستایی با هم خوشحال کنار هم زندگی کنیم من خودم نوکرشم بهتر از بافتنه که تو نوکر خودت باش برای ریحانه هم لازم نکرده تو یکی نسخه بپیچی همینی که هست از سرت هم زیاده لیاقتت اینه که بری جلوی همه برای دو قرون پول هی دست دراز کنی آبرو حیثیتمونو ببری تموم نمیشه لعنتی افتادیم تو لجن اونایی که بدبختمون کردن الان نیستن بیان میگن خرت به چنده اصلا واسهشی دارین ادامه میدی عوض این زبونی که داری اگه یه ذره جنم داشتی الان وضع زندگی ما این نبود بیا بخور باز شعرش گل کرد اگر مقداری جنم داشتی ولمون کن بابا الو آقای مقصودی شما؟ مرادی هم پونه جانم بفرما آقای مقصودی این آقای مجیدی چرا جواب تلفن منو نمیده؟ از من گرفتار بوده خانم میشه بگین جریان چیه؟ من الان باید چی کار کنم؟ خانم شما همش دنبال حاشیه و دردسری دقت کردی؟ من بازم بهشون میگم الو 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 صدا نمیاد الو 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 الو
من خون میام وش با علی راسمان ده گل بپت دست سر کشل من وردار اینم ده بدبختی منه ای همه درس خونست من باید بیا میشه ببخشید با کی کار داری؟ آقا سهیل آدم با تماس بیم کدوم سهیل اینجا ما سهیل زیاد داریم آقای سهیل یاری به من گفتن اینجا بفهم راهنماییتون از این پله‌ها که میری بالا بله. سمت شب اتاق منشیه بپرسی نشونه دیم خیلی ممنون بفهم چه سوباله اونجا کار شما چی بوده؟ کار اداری انجام میداد معرفتون چی بوده خانم فرحمن؟ آقای یاری بله آقای یاری بله. خانم سرفراز کابه بله. اومده؟ بله بله تشریف بردن سلام سلام خوبی شما؟ مرسی ملیکا جان خوبن؟ خوبم شما ممنونم ملیکا گفت امروز قرار نیست بیان که حالا اومدم دیگه خدمتتون خیلی خوش اومدید بفهم خواهش می‌کنم به اجازه بفهم من که سر در نمیارم اینا چیه کاوه؟ چطور سر در نمیارم؟ عزیزم همه چیز همونه بخوام بگی حسابدار بیاد برای چی فرض کردی؟ داری با کارات همه چی به باد فنا میدی یا؟ با تو اما آقا جون سند میخواین بفرمایید همه چیز واضح و مشخص واضح و مشخصه اینجا همه چی تاریک و خاموشه بفرما اینم نتیجهش آقا رو چند روز داریم؟ نمیدونم قرار نیست به خاطر یه مشکل داستان درست کنیم یه مشکل؟ تالاری که با هزار زحمت رسیده میشه و تو میگی یه مشکل؟ و با خود داستان داری از همون نگهبانی جلوی در بگیر تا همین دفتر هزار بار گفتم آقا با مردم درست رفتار کنید مردم اینجا احترام میخوان اما باز هر کار دلش میخواد میکنه سلام آقا سهیل رفیق و دوست و همکیسه چی باز خود میبافی؟ شایان تو رو قرآن بس کن دیگه میخوام ببینم تو سر پیازی ته پیازی تالار به تو چه ربطی داره؟ من با تکلیفم با این آدم مشخص کنم کجا داری میری شایان؟ وایسا تو رو قولم اون مشکل درست نکن آخه به تو چه ربطی داره دخالت میکنی؟ برو دی جی تو کن بابا جون بدو چی گفتیم مگه این همه کمک میکنی معترضم هست این کیه دیگه بابا؟ راستی این خانمه که اما این کرده بودم اومده چیکار کنم بگم بیا؟ آره بفرمایید ببخشید خانم مرادی یه لحظه شما خانم مرادی عزیز برگتون فراموشتون نشه لازمتون میشه عزیزم ممنونم خواهش میکنم خانم مرادی در مورد کارتون به هیچ کس توضیح ندیم بزن من همه چیزو این تو نوشتم حالا ایراد نداره بفرم با اجازه ممنونم خواهش میکنم سلام سلام بفرمایید واقعا فکر نمی کردم دوباره ببینم ایت روزگاره دیگه می دونی وقتی شنیدم ازدواج کردی شوکه شدم یعنی گفتم چطور ممکنه زیر بار رفته باشی اصلا چی شد چرا نمی دونم ولی به هر حال شوهرم دادن
شوهرت دادن؟ من دیگه باید برم. نه نه، کجا میخوای بری؟ بشین. ولی من خیلی عجله دارم. کجا بابا؟ کجا؟ بشین. من تازه پیدات کردم. یعنی خیلی میخوام با تو صحبت کنم و فکر میکنم قطعا چیزی هم نخوردی. نه نه نه، من میل ندارم، باید برم، خیلی عجله دارم. نه کجا؟ من بعد از این همه سال دارم میبینم، یعنی یه جوری اصلا نمیذارم که بری. از زندگیت راضی؟ آره. پس چرا گفتی شوهرم دادن؟ خوب نداره، باید میگفتی شوهر کردم. حالا چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه، باید میگفتی شوهر کردم. من دیگه باید برم، خیلی عجله دارم. فونه جان، چرا قد عجله داری؟ من اصلا دلیل عجلت نمیفهمم، تو که نه بچه ای داری نه. دارم دنبال کار میگردم، چند جای دیگه هم باید سر بزنم. بله، یادم قبلا میگفتی پسر عموت برای خودش کسیه و نمیدونم چجور غیرتش اجازه میده که زنش دنبال کار بگرده. و چه ربطی داره؟ الان خیلی ها میرن سر کار. من دیگه باید برم، معذرت میخوام، خدافظ. بشین بهت میگم. نسخه یکی دارم. خونه میگه باید حرف دارم، کجا میری؟ چه حرفی داری؟ ولم کن، نمیخوام میگه بشنوم، هرچی باید میگفتی گفتم. خدافظ. چی بابا؟ سر و صدا میومد. میگم سر و صدا چون تو خدافظ. آقا نادری، من به شما گفتم صبر کن. آقا پس کی میخوایم بدهی و بدی؟ آقا جان مگه با هم صحبت نکردیم؟ آقا الان دو سه ماه داره میگذره، مرد حسابی دو سه ماه گذشته. من خدمت شما عرض میکنم، یه دقیقه اجازه. کجا نگاه میکنی؟ بالا نگاه میکنی؟ بیام پایین، بیام پایین ببینم. ببینم تو کلا برداری دیگه. کلا بردار چی؟ لعنت به فرایز من. تو بفهم آقا مرد حسابی. منم مثل تو، تو هم مثل من، هر دو. آیا حالا تو پول حالا نمیده؟ کل سر تو بیا بکش. خانم سلام. دو روز الان ما چیکار به ایشون داری با من صحبت کردم؟ من باشون صحبت کردم. من به شما دو روز الان با من صحبت کردم. خانم شما اصلا نگاه، خانم بچه شما بچه شما بچه شما بچه من داد نزد شد دعوا میکنیم و همسایه داریم. تو اگه آقا تو اگه پول میخواستی بیدیم تصدیه کرده بودی عزیز من. نه نسته میگه تو دو نسته ها کن مرد چی داره میکنی؟ کسی تو بیار پایین، بله. سلام، چطوری؟ سلام، شما؟ کاوم، خوبی؟ بله خوبم، شما خوبین آقای ستایشفر؟ به پیشنهاد کاری من فکر کردی؟ بله بله، من متوجهم دقیقاً شما چی میگین، اما من نمیتونم. حضوری بیا اینجا، کار دارم. هر چی قرار بود بگم گفتم خدمتتون. حالا ببینم چی میشه. باشه. چی شد نادری؟ چیکار کردی باش؟
با تو هم. میگم نادری رو چیکار کردی؟ من خودم باش تصویه میکنم. الان خیلی وقت میگی خودم تصویهش میکنم. وقتی تو هر کاری بی خود فضولی میکنی همین میشه دیگه. اصلا به تو چه که به طرف قول میدی ها؟ به تو چه؟ من خودم بهش بدهی دارم، خودم هم باش صاف میکنم. فکر کردی مردم عاشق چش و ابروتن؟ نه؟ چه فکری کردی با خودت آقا؟ من نمیدونم، تو سر پیازی ته پیازی. گفتم بهت مربوط نیست، بگو چشم. همین. راست میگی، به من مربوط نیست. دم خونه من نمیان که میان، محل کار من نمیرن، آبروی منو نمیبرن که میبرن. و تو چی کاره ای الان شاهرخ؟ برو بابا. اوی چیه؟ شاهرخ چیزی داره میسوزه. نگاه کن تو بابا. من که بهتون گفتم نمیتونم. آخه چرا پونه؟ نمیتونم. پونه ازت خواهش میکنم، تو رو خدا اصرار نکنی. آقای ستایش فر، من میدونم شما به من لطف دارین، ولی خواهش میکنم ازتون اصرار نکنی. نه برای چی قد کردی؟ قد نکردم. بلند گوشی تو بهش زنگ بزن، منتظرته. الان برای چی باید بهش زنگ بزنم؟ میخواد کاراتو را بندازه. بهش زنگ بزن. میگم بهش زنگ بزن. فکر کردی من خرم؟ فکر کردی من خرم؟ آره؟ تو اگه خاطر اونو میخوای اینجا چیکار میکنی؟ ها؟ اینجا چیکار میکنی؟ به خدا خودش زنگ زد. من شماره من از تو فرم استخدام بردم. شماره تو را کجا برده؟ شماره تو رو میگم از کجا برده؟ چرا ده؟ رفتی میدفت اون استخدامه چیگه چی بچه ها؟ شما تا کجا گیره برده؟ گریه نکن. جانم به لب آمد، عجب صبری تو دارمان کردم. پیراهنم را پاره کن، من بوی از یوسف نبودم. پونه، پونه ازت خواهش میکنم. چی کار میکنی؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ انقدر به هم پیله کردی شاهرخ هم بهم شک کرد. تو رو خدا برو. ببین همه چی تموم شده. تموم؟ چی تموم شده؟ چی میگی تو اصلا؟ از اینجا برو لطفا، دیگه هم دنبالم نیا. من شوهر دارم، زندگی دارم. آخه اینم شد زندگی که زده اینجوری ترکوندتت؟ به خودم مربوطه. در ضمن گذشته هم دیگه گذشته. پونه، پونه گذشته رو میتونیم درست کنیم. نه خیلی نمیتونیم درست کنیم. گذشته ما از اولش هم خراب بود. ببین من اگه واقعا تو رو دوستت داشتم، حداقل برای ازدواج با شاهرخ جلوی بابام وای میستادم. دروغه، به خدا دروغه، همش دروغه. گذشتمونه که دروغه. Thank you.
الو خونه جان، فردا کجایی؟ میتونی یه سر بزنی؟ خبری خانم دکتر؟ شما بیا خبرم میشه. پس منتظرم. خداحافظ عزیزم. ماما صدا کرد؟ با تو هم و فرضی چی؟ میگم ماما من صدا کرد؟ نه صدا که؟ فکر نکنم از بس که تو این گوشی تو. نه بابا این تموم شده. ماتو بده تو. بابا؟ میگم ریحانه بله، من تو همین روزا دوباره میخوام بیام خواستگاریت. جدی؟ فرزین برو برو پونه اومد. تو دو ساعت کجایی ها؟ من دارم صدات میکنم ها، کجایی؟ وایسا اینجا، وایسا بینم این پسری چی میگه دمه در خونه ما ها؟ آبرو حسیت برامون نذاشتی. با تو هم اومد خواستگاری رد شد. رد شد؟ مادر قربونت برم، ما که بعد تو رو نمیخوایم. ببین من نگاه کن، این به درد تو نمیخوره ریحانه. آها، لابا تنها کسی که به درد میخوره شاهرخه، هم به درد زندگی خودش میخوره هم به درد زندگی ما. تنها کسی هم که میفهمه لابا توی. آقا جون منم میخوام مثل تو خوشبخت باشم، مشکلی داری؟ بسه دیگه، بسه دیگه، هرچی هیچی بهت نمیگم. هی ود 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 بریزا. بیا برو پونه. پونه مادر چی شد؟ قربونت برم. بیا برو یه لیوان آب غم برای این دختر بیار. بیا برو، بیا برو. پونه مادر دورت بگردم، مال خستگی فدات بشم، مال کار زیاده. میخوای بیم دکتر ها؟ میخوای بیم دکتر؟ نه بگم ماما. جان ماما امروز خان دکترم زنگ زد. ای جونم شالله خیره، فدات بشم الهی. شاید خبریه ها؟ انشالله انشالله میخوایی منو مادر بزرگ کنی. بیا مادر بیا بریم تو. یا علی بیا مادر بیا بریم تو. قربونت برم. بیا بریم بیا بریم بیا. خانم نصیری؟ بله بفرمایید. آزمایشه خانم مرادی مگه توی پروندهش نبود؟ چرا گذاشته بودم؟ یه لحظه. اینجا سلام میارم. چیزی شده؟ بازم مثل دفعه قبل؟ آره خودت چی فکر میکنی؟ بفهم. مرسی. همیشه عجیب بگیم دیگه، من دل تو دلم نیست الان. خب مثبت این بار دیگه. واقعا باورم نمیشه، یعنی بعد از این همه آزمایش و اینا یعنی میشه. چرا نشه عزیزم؟ ببین پونه جان، از این بعد باید خیلی مراقب خودت باشی. خب اصلا خودت با بقیه مقایسه نکن، مثل بقیه ندون خودت. خب این آزمایش هایی که بهت میگم انجام میدی؟ پس بازم مطمئن نیستین مثل دفعه قبل؟ نه دیگه، گوش نمیدید چی میگم. بله طبق این زمان بندی این آزمایش ها رو انجام بدی. خب نمیدونم و وقت ندارم، اینا رو هم نداری ما. آخه من کارم آخه دیگه نداره. دفعه قبل هم بیشتر تقصیر خودت شد، وایسادی وقتی رفتی که کار از کار گذشته بود، اهمال کاری از خودت بود. هر چیزی زمانی داره، وقتی داره. متوجه چی میگم؟ بس خونه نمیدونی چقدر خوشحالم، انشالله قدمش خیر باشه برات. خونه آه. با تو اما میگم انشالله قدمش خیر باشه برات. مثل امروز چقدر دیر کردی؟ رفتم چند جا سر زدم دیگه چیکار کنم. خب چی شد؟ هیچ، یا حقوقش کمه یا یه ماجرای کاش میشد میومدی تو آژانس خودمون، هم حقوقش خوبه هم محیطش خیلی خوبه. راستی از بابای بچه چه خبر؟ هیچ خبر.
هنوز بهش چیزی نگفتی؟ نه نمیخوام من بگم. میخوای من به سهیل بگم بهش بگه؟ ملیکا نمیخوام به سهیل بگی. خواهش میکنم بشکم با امروز اصلا نمیخوام ناراحتت کنم. یه چیزی میشه دیگه به هر حال. شاهرخ درست بشه نیست، برای اون فرقی نمیکنه که پدر شده باشه نشده باشه، مسئولیت پذیری سرش نمیشه که. ببین این دفعه با دفعه قبل فرق داره، حالا پای یه بچه وسطه بابا. این طرز فکر توه، انتظار داری شاهرخ هم مثل تو فکر کنه؟ تو یعنی شاهرخ نشناختی تا الان؟ نمیدونم چی بهت بگم، هرکو دوست داری بگم. پونه میخوای بهش زنگ بزنی؟ پونه میخوای بهش زنگ بزنی؟ به کی زنگ بزنم؟ خب به شاهرخ دیگه. زنگ بزنم چی بگم به شاهرخ؟ مادر قربونت برم جریان بچه رو بهش بگو، من مطمئنم بشنوه خیلی خوشحال میشه. مادر من اون چه میفهمه بچه چیه؟ الان میفهمه، من میدونم. باور کن اگه بفهما قشنگ میشسته بکار، از این آلاخون بالاخونی هم در میای. نه خیرم من اونو میشناسم. خب اصلا بذار من زنگ بزنم. ها زنگ بزن چی بگی؟ خودم بهش میگم. نه خیر خودتو کوچیک کنی. بابا من کوچیک میشم تو چی کار داری؟ چیزی بهت میگه اعصابتو به هم میریزه. طوری نیست، به من میگه. ریحانه، ریحانه مادر، این گوشی منو بردار بیار، بذار یه زنگ بزنم. باور کن درست میشه، صبر کن. ولش کن ماما، این فکر کنه عقل کله، بیا زنگ بزن. آره باریکلا. چی میگی ریحانه؟ ای خوب راست میگه دیگه. با خوشحال میشه بعد این همه سال. ها. ای ماما بزن بزن. آره بزن بزنم. وایسا وایسا ماما جان. باشه شما میخواین من بهش بگم دیگه. چشم میگم. خود زنگ میزنی؟ زنگ نمیزنم ولی میگم. حتما؟ بله. قول دادی یا؟ قول دادم. خب بریم تو. وای نست اینجا سرمو میخوری یا؟ من میرم بالا میام. باشه مادر زود بیا. Thank you.
میگم شماره سحر داری برا من بفرستی؟ میگم برات چیزی نیست، فقط برام بفرست. یه لعنتی الو چرا نمیفرستی پس؟ یعنی چی سرم شلوغه؟ میگم من وسط خیابون وایسادم تو میگی سرم شلوغه؟ بفرست ملیکا شماره رو بفرست، تو رو خدا بفرست، لازم دارم همین الان بفرست. بله. الو زنگ زده بودین شما؟ الو سحر منم پونه. پونه دختر کجایی تو؟ خوبی؟ خوبم ممنونم. بابا چند وقت من از تو خبر ندارم آخه. میگم شوهر کردی ما رو تحویل نمیگیری. این خبرها نیست. ببین سحر این شماره یکی بود خدایا. آره بگم اونم نسرین بود. شماره نسرین رو داری؟ نسرین؟ آره آره نسرین. لعنت. خانوم کرایتون. پونه کوپ است. چی شده؟ چی شده؟ میگم کو پول نداشتم، یعنی قرار شد بچه ها برزن به حسابم. سویلم نداشت دیگه. داری چی کار میکنی؟ بده من. حواست هست؟ حواسم نیست، اگه بود اینجوری نمیشد. چرا داری همه چیو خراب میکنی؟ من چیز رو خراب نمیکنم، همه چی خراب شده ملیکا، همه چی خراب شده. حالا که همه چی داره درست میشه دیگه، هیچی درست نمیشه دیگه، هیچی سر جاش بر نمیگرده. همه امشب منو ببخش، جبران میکنم برات. پول تو راهه، همه که تو راهه، تو راهه بابا، خیالت راحت بشه. من برم یه ذره کنم، من چیه نمیدونم. بشین بابا، میام بیا. حالا برو چی ببین، برو زود بیا، برو زود بیا. برو چشو بدم هدفونم شیرینه. آره هدفون ازش بگیریم. چیه چی شد؟ سلام بیا
یه دیگه. عجب باریدنی گرفته. آوردی؟ چیو؟ پولو. پولو باید بدم به نصر. الان نصری نداره. بده من. بجام. چی شد؟ بجام دیگه. نکنه من سر کار گذاشتی. نمیخواد. ببندش. به خود نصریم بده. بیا. بیا به خودشم. ترسیدی؟ بپر. نکنه منتظر پرشه ای یا هلیکوپتر بیاد دنباله. بپر. با تم بگی بالا. بله. سلام آقای مرادی. بفرمایی. ملیکا هستم. آه آقای مرادی از پونه خبری داری؟ نه خیلی زن پونه اینجا نیست. عزیزم گفتم پونه اینجا نیست. آقای مرادی قطع نکنی، با خودتون کار دارم. من با شما کاری ندارم. راجبه پونه است. آقای مرادی آخه میدونی چیه؟ امروز پونه هم شماره یکی رو ازم گرفت که خیلی آدم جالبی نبود، هم ازم پول قرض گرفت. نمیدونم واقعا، خیلی نگرانشم. ببین خانوم اینو بهت بگم، منو سر کار مرکار نذارین. چرا؟ چون من اعصاب معصاب ندارم. قدیم و الایام هم اینجوری بودم، یعنی تو یه خانواده بودم تقی به توقی میخورد آمپل هم میرم رو هزار تا. بیا پایین دیگه جوجو. باز نمی کنم باز آقا. باز شد. یوت چون که لیفتش میدی باز خیلی خوب. بیا ببینم خوشش اینه. پونه تویی؟ آره بیا اینجوری برو تو. برو تو زن. برو سر. برو برو برو. چیه؟ چی شد؟ چی شد؟ دیگه خیلی خوب. نه نه چه حرف نزن. داد نزن. برو 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 شاشه تو بکن. برو سر دربندی تویی؟ من بدون. پونه کجاست؟ پونه کیه؟ حالا دیگه پونه کیه؟ میگم بگو پونه کجاست؟ چی آقا من نفهمم شما چی میگی؟ ببین خانم من نه حساب دارم نه حوصله نه وقتشو، میگم پونه کجاست؟ نداری که نداری، صداتو بیار پایین. آبرون هست در همسایه ها. مگه تو آبرون هم داری؟ درست صحبت کن آقا. یه کاری بلند شدی اومدی اینجا میگی زن من کجاست؟ من کجا باید بدونم کجاست؟ نمیدونی کجاست؟ نه خیر. میگم بگو پونه کجاست؟ آبرون رو برام. حتی بیداد نکن میگم. بگو کجاست؟ بیا دختر جان بیا. بیا تو این اتاق.
بیا واسه چی میترسی؟ این پرده رو یک درست بشین پاره کردم. بیا اینه بنویس امضا کن. بشین. پس فرد واسه همون داستان نشه. ولی درد سر اصلا ندارم. اصلا کار درستی هم البته نیست. بنویس امضا کن. از من میشنوی نکن. برو دیگه. آه قربونه به همینجا پیاده میشه. خداحافظ. حسین نه 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 بیا دست منو پولی کن خانم برم. منو پولی کن برم. اون یارو ناصر ممتدی رو تو قلب خونه قربونت برم. چی بابا ترسیدی؟ نه ترس بابا، من 10 سالی که کارم اینه. آخ ای وای من، این چرا شکست؟ چیه؟ شو ریخته تا ببرن الهی. سب که الان من میام. چیه؟ چته؟ پول چی شد؟ کدوم پول؟ خرج کردم. هیچ نه چی خرج کردم؟ اونی که هست خرج کردم. اون سگ منو بالا نیاره. فکر کردی اسمم غلامه؟ واقعا غلامتم. آقا غلام خرج خودم که نکردم، خرج این کردم. هزار خرج داره. بابا هرچی میشه اینو میکشی وسط. بیا برو بیرون. حرف نزن، برو پولو بیا. پول نیورده. پول نیورده. نیورده. فکر فامیل سحره. غلط کرد. سحر چه خریه؟ خونم رو نمیخوام برم. برو میگم من خودم میرم. تو اول کردی. میگم برو چیکار میکنی؟ پول بیا. برو پای پای سفرت میارم. میگم برو برات میارم. برو هری. شو ریخت و قیافش رو ببرن. حواس نمیذاره که با سادم نترسی ها. این کارش همیشه همینطور. دیگه اون تو ببینید نسی خانم مسخره. غلط کردی، بی جا کردی به من. یا غلام تیز بار نه 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 غلام باش. غلام این میخواد مخصوصا تو یه کاری بکنی یه پات از این خونه و زن سرنگ دیگه ندارم. حواس نمیذاره که واسم. نمیدونم سرنگو کجا گذاشتم. کور خوندی نسرین خانم. 100 تا اینه تو رو میبرم لب چشمه تشنه بر. یواش بابا چه کونه کوچیز مرد کونه 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 کوچیز مرد کونه 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 بچه‌ها نمی‌گه با تو. اومدی اینجا تبینه سرتو مثل گاو میندازی. خفه شو. نسی تایی. آره چته؟ خونه کجا؟ چی کارشی؟ من شوهرتو خونه کجا؟ اینجا چی کارم تو بغله؟ خونه. عکس دو تاییمون و
شده توی گلون هزار حرف نگفته، حتی شبم نمیخواد به روز من بیفته. قرار نبود که از در وجودم سر کنم، من یا تو یا خدا رو کیو مقصر کنم. قرار نبود که از درد وجودم سر کنم، من یا تو یا خدا رو کیو مقصر کنم. از من و عشق و دردم صد دفعه افتادم، از سمتی که تکیه کردم این کوه خست از غم داره تنش می لرزه. بیا واسه نجات عشقی که لب مرزه. قرار نبود از درد وجودم سر کنم، من یا تو یا خدا رو کیو مقصر کنم. قرار نبود که از درد وجودم من یا تو یا خدا رو کیو مقصر کنم.